و میرون که در تن ما شما چیکار کنیم؟ بعد تول هایی که مانده او را بکنیم دیگه. اولین تولی هم که من باز میکنیم اسنیپینگ تول هست. اسنیپینگ تول میگیرم، اوپن میکنم و گفتیم که توسط از چی کار کرده میتونیم؟ اسکرین شات میتونیم، یعنی از روی اسکرین عکس گرفته میتونیم. سر نیو کلیک کردی صفحه خیره میکنم. بعد از اون تو میتونی هر جایی که لازم داشتی همون جای انتخاب بکنی. ببین از همون جا یک دونه عکس گرفته میشه. اما طریقه ای که ما و شما گرفتیم این دیگه اشتباه هستن، برای عکس خوب نیست. ما و شما باید از اینجا فری فرم انتخاب نکنیم، رکتنگل انتخاب بکنیم. اینا رو مثلا نیو کلیک میکنم، ببین میشه که من بسیار دقیق یک تا عکس تو انتخاب بکنم همون جایی که من لازم دارم. و چرا من از اینجا اون رو انتخاب کرده بودم؟ تا شما متوجه شوید ویندو اسنپ کل ویدیو رو میگیره. ببین از کل ویدیو همین لحظه خودش که میسره نیو بزنیم دیگه اتومات خودش کل ویدیو رو گرفته، یعنی چیزی که در ویدیو هست همین لحظه سلیکت کرده. شما میتونید که رو کلگیش رو هم بگیرید، میشه هر رقم که شما خواسته باشین از اینجا انتخاب بکنید. من میرم موچ تغییر میدم، مثلا میگم چی اگه فول اسکرین بگیریم، ببینن فول اسکرین ما رو برام عکس گرفت. میشه ما شما از اینجا رکتنگل بگیریم که حد اکثر ما شما زمین استفاده میکنیم. از کدامش؟ از همین رکتنگل. بعد رو سر نیو کلیک بکن، جایی که لازم داری اما جای برو عکسش بگیری. این به این شکل مثلا عکس گرفتی و هر شکلی که دوست داشتین از اونجا عکس بگیری. خب عکس رو چگونه ذخیره کنیم؟ سعی کنیم دوستان مثلا نیو کلیک کنم باشه اگه عکسی درست تر بگیرم، اینی رو میگیرم و میخواییم که رو ذخیره کنم. قبل از ذخیره کردن شما میتونید خیلی تغییرات هم در روی ازی بیارید. مثلا سری پین برین، رید پین، بلو پین، بلک پین، هر کدام از قلم ها را که گرفتیم میتونی یک جای زیر نشانی کنی. فرض ما این قسمتش نشانی میکنم، اینی قسمتش نشانی میکنم، درسته؟ این کارم میتونیم. یا توسط هایلایتر شما یک جایی را میتونی هایلایت کنی. بعد اگر نخواستین یعنی سری اریزر کلیک کردم توسط زمین را هر جایش را پاک کنی، نمون جایی که نمیخواست. و میخواییم که حالی ذخیره بکنم، سری سیف کلیک میکنم. این از اینجا ما شما میتونیم که ذخیره کنیم. نام بیتین برش اونجا که گفته کپچر یک، شما بگید مثلا یک 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 نام دیگه سرش روی دسکتاپ سیو میکنم. حال دیگه ببین یک دانه عکس ما روی صفحه گرفت و یک سر وقت باز بکنیم ما عکس بکنیم. تنها از اینجا نی، مثلا شما کنترل پنل رو باز کنید میخواین از اینجا عکس بگیریم، صحیحه؟ و میروم یال اسنیپینگ تول فعال میکنم، اینجا کلیک میکنم، نوشته میکنم اسنیپی، امیر باز میکنم، سری نیو کلیک کردم، میرم که عکس بگیرم. میگم این ابزارهای اسکرچ هستن، کنترل پنل هستن. و امیر میشه که هر دانش رو خواسته باشیم یک نشانی هم بکنیم، بگیم مثلا اینی رو ما خواندیم، رنگ قلم خودیم دفعه بلک بگیرم، میگم اینی رو ما خواندیم. خب اگر اشتباه شد گفتیم که هر جا اشتباه شد توسط پنسل با خواب میزنیم. فرض کن بگو که چی کدام خواندیم؟ اینی رو خواندیم. و دیگه کدام ما شما خواندیم؟ میشه ما با یک رید پین هم بگیریم یک جایی رو نشانی کنیم، بگیم اینی رو میخوام، صحیح شد؟ بعد از اون میتونی امیر خم یالی سیف بدیم. سیف که میکنیم میشه که نام بیتیم برش و در هر جایی که میخواییم من در روی صفحه میخواییم سیف. و اگر خواستیم که یالی رو ببینیم در خند دیگه شما منظم بیتون بگیم. خب او قلم نه او منظم نمیشه چون قلم هست بگه فری فرم هست که شما از روی خواسته باشین سلیکت کنید، او منظم نیست. سعی کن بیشه چون منظم ما لازم نداریم، یعنی ما اینجا دیگه حتمی نیست که رکتنگل باشه، شاید یک جای شما انتخاب کنیم که باید او خیلی جای دیگه هم داشته باشه هم روی خواست، تنها این تو منظم نیست دیگه. ما یه انتخاب کردیم منظم منظم سیستم، یعنی یک دانی بوده یک دانی هر کدوم چه میشد با یک شکل منظم هم انتخاب بکنیم. یعنی کار شما از اینجا کرده میتونید، یا از روی ویدیو یا از روی هر چیزی خواسته باشید میتونید که عکس بگیرید. این بود از اسنیپینگ تول. میریم یک تولی دیگر میخوایم یا یک ابزار دیگر به نام کالکولیتور. کالکولیتور کار کرده این همراهش ماشین حساب در موبایل، اما در تن همون چیز است، چیزی که شما در موبایل کار کردید. اما یک دفعی داره که مبورم برای شما میمونه. مثلا شما کار کردین 5 جمع 5 مسائل شده 10، درسته؟ من که نمیفهم چند مسائل خطر ضرب چند مسائل خطر تقسیم چند، هر چی شما کار کردید بکنید عملیه های چهارگانه را استفاده کنید. یا چند شده؟ 24. ما اگر بخوایم که بازی روی صفحه را پاک کنیم سر کلیت کلیک میکنم. ببین هر وقت شما یک عملیه را انجام دادین سر کلیت کلیک کنید کلش پاک میشه. ولی اگر شما خواستین که نه یک چند تا عملیه که اینجا دارید
مثلا مرکزی میشه اینی آخری پاک شود، دیگر رایش نی بازور کلیر اینچری بوده، آخری رو پاک میکنه دیگر رایش میمانه. مثلا میگه 55 نبوده 56 بوده، مثال میگه درسته. و اگر خواستیم که دانه دانه پاک کنی نه نه بگه سپیس رو بزنیم پاک کرده میره اشتا. یه بود از کلیر ما چطوری رو روی سفر کلیر میکردیم. گردی دیگه ای که دوست داده اینجا داریم ما شما یعنی علامه ها را هم شاید شما استفاده کرده باشید و جز از این علامه ها مثلا مربع کنن، شش که مربع کنیم چند میشن؟ 36. درستن؟ و اگر شما خواسته باشین که جذر مربع را پیدا کنید مثلا همین 36 چند میشه جذر مربع؟ 6. پایه چیزایی که هستن که ما شما در مکتب هم خواندم. فیصدی را اگر پیدا کنیم مثلا میگم فیصدی 12000 چند میشه؟ چند فیصد چی؟ فرض کو 30 فیصدش یا 40 فیصدش، 30 فیصدش چند میشه برادرتان؟ خب میشه که همین همون کار را بکنیم که پیدا کنیم ضربی 30 فیصد بگیریم میگه درسته؟ او زمان که ما 30 نوشته کنیم ضربی 30 میکنن. وقتی میگیم 30 فیصد این علامه فیصدی را شما بزنیم 3006 سه شد. اگر مطمئن نبودیم 12000 را نوشته کنیم ضربی 50 فیصد کنیم که 6000 پیدا شد برادرتان دیگه 50 فیصد 6000 یعنی خواب دینار که اما دقیق پیدا کنید. خب این علامه هایی بودن که ما شما همیشه از ماشین حساب کار میگردیم. ولی گرد که ما برای شما باید درس بیتون که شاید شما تا هنوز کار نکرده باشین، شما یک عملیه را اجرا میکنید مثلا شده 50 درسته؟ یک عملیه دیگه ما ضرب و جمع و تقسیم هر کاری کرده باشیم بازی رو میخوایم که نوت کنیم یک جای ذخیره کنیم. دیدین تو کار میشه که میگی خب باشه یک جای نوشته کنم دیگه حساب شروع کنم. همین کار نیاز به کتابچه و قلم نداری، میشه میموری سیو کلیک کنی دور برتون ذخیره کنی. اینال کلیر بدی برو حساب دیگه انجام بده. حساب دیگه رو که انجام دادی مثلا 10 شده. کم کم میگیریم که فهمیده شد. یک حساب بسیار پیچیده بوده و او 10 برام داده دیگه حاصل میشه. یعنی میخوایم که این یا شما دیدین همین کاری که ما شما میکنیم یا دو اضافه میکنیم یا دو کم میکنیم دیگه. اما حسابی که داریم میگیم همین چیزی که حساب شده یا کم کردی یا دو اضافه. پس اگر اضافه میکنی سر ام مثبت کلیک کن، اگر کم میکنی سر ام منفی کلیک کن. کدام کم میکنه؟ همین در از او کم میکنه. همین دهی که داریم سر از او اضافه کن. سر کدام؟ سر اون چیزی که تا حافظه داری. در حافظه باید چند باشه به نظر تو؟ نه 60 باشه ولی اضافه کردیم. اگر خواستین ببینین میموری کال کلیک کن 60 صحیح. اگر خواستین که نه داخل میموری رو ببینین اینج کلیک کن این 60 نوشته. میشه ما و شما یک حساب دیگر رو بکنیم. مثلا میگم یک چیز رو حساب کرده میشده 30، میخواییم همون از چیزی که در حافظه دارم از اون کم شود سر این منتی کلیک و اما کار میم. یا اگر شما واقعا برین ببینیم ببینیم 30 شد دقیق. ما و شما از این کم کردیم از این زیاد، یعنی چیزی که در روی سفر تایپ کرده داری 5 10 20 هر چی که اینجا هست اینی میره در او اضافه میکنه این در او از او کم میکنه. حتی منفی هم بر میشه بگیشون کم میشه دیگه درسته؟ و اگر خواستید که اون چیزی که در حافظه داری در روی صفحه بیاری فرض کنین یک وقت میگین اف ضربی اما چیزی که ما در حافظه داریم پس علامه ضرب میزنم یعنی او رو چی بخم بیارم؟ ام آف چیزی که در حافظه دارم مساوی چند شده؟ 210 یعنی میخوایی 210 ذخیره شود؟ چی اضافه شود دو؟ سر اضافه کلیک کن. اگر میخوای جدید ذخیره کنن مثل که ما از برنامه ها جدید ذخیره میکردیم سیو از میزدیم نه بازو کارم میتونیم دیگه یعنی ما و شما پس سیو کلیک کنیم یعنی ما یک دانه عدد 30 داریم در اونجا یک دانه عدد 210 در حافظه کامپیوتر در حافظه کالکولیتور خب ببینین یک بار این یک دانه عدد 30 یک دانه 210 سه شد. هر کدام شم خواستی دلیت میذاری 210 دلیت میکنم 30 دلیت میکنم دلیت دیگه. و اگر شما یک وقت این کار کرده بودی سیو کرده بودی از اونجا نرفتی دلیت بکنی یعنی اینجا چیزی که در حافظه داری دلیت میشه صحیح شد. و این فقط تا زمانی میمونه که شما کار میکنید دیگه این حافظه موقتی در حافظه دائمی شما ذخیره نمیکنید یعنی این کار نکردی که سیو کنید در داخل هارد دیسک ذخیره کنید در خود کالکولیتور است پس همون لحظه بعد بانی حساب کتاب که میکنید یک نوت میشه که اونجا بگیرید فهمیدین همین چند گفتم؟ ام اس چیزی که در اینجا نوشته داریم ذخیره میکنن ام منفی چیزی که در ذخیره شده هستن از همین چیزی که در روی صفحه داریم از او کم میکنن ایش چیزی که در روی صفحه داریم از روی حافظه دو زیاد میکنن ام آر هم رو میاره در روی صفحه ام سی هم میموری کلیر دیگر از ما میشن پیدا هستن ام اس یعنی میموری سیو ام منفی میموری سابستراکت میموری اد
میموری کال و میموری کلیر. سیستم ای خودی میموری خواهی بود از ماشین حسابی استاندارد. اگر خواستید که ماشین حسابای مثل ساینتیفیک اینا رو استفاده کنید، باز دارید دیگه شما. مثلا من میگم که اما پیشتر ما میگفتیم که یعنی عدد مربع کن. همیشه ما عدد مربع نمی کنیم دیگه، با تاوانهای نامعلوم، تاوانهای بسیار زیاد بالا میبریم. مثلا چی میگیم؟ میگیم 5 با تاوانی 6 یا 10. خب ایره باید این x با تاوانی y کلیک کنید با تاوانی 10. 5 به توانی ده، هر چندی که نیست برای همینجا پیدا و همین رقم ما و شما اینجا البته ایکس مربع هم داریم. میتونیم که ساین و کوساین و تانجان اینا رو هم پیدا کنیم. فرض که میگیم ساین 90 درجه چند میشه؟ یک. سیستم مثلا میگیم که کوساین 90 درجه چند میشه؟ صفر. زاویه های مشهورت که شما اینا رو در مکتب خواندیم میخونیم، درسته؟ تانجان، کوتانجان، هر چی شما خواسته باشید اینجا او علامه باشه و کارا انجام دمید. فکتوریالی 5 چند میشه بنده دستان؟ 5 ضرب 4 20 60. 5 ضرب 4 5 4 20. 20 ضرب 3 60. 60 ضرب 2 120. 120 ضرب 1 120 دیگه، درسته؟ کلی کن 120. صحیح شد؟ و دیگه چه داریم ما و شما؟ اینی علاوه ها رو اگر شما ریاضیتان واقعا خوب باشه بسیار راحت میتونید کار کنید. فقط طریقه کارش رو ما براتون نشون دادم. پروگرامر، یک ماشین حساب دیگه داریم که پروگرامر است. این ماشین حساب یک منجی نشون میدون دیگه نیاز به شما ندارین که برین یک ماشین حساب باز از بازار بگیرید. کلی ماشین حسابا نمیگن، هر نوع ماشین حسابی خواسته باشین براتون آورده. کسایی که پروگرامر است، کسایی که در کامپیوتر ساینس میخونن و پروگرامر میشن، اون پروگرامرها یک ما یک عدد با قاعده های مختلف داریم اونجا. مثلا ما میگیم هگزادسیمال، دسیمال، اوکتال، باینری. سه نوع عدد داریم در واقع اینو برای شما بگم. سه نوع عدد. همین عدد ها را از یک پیش به یک دیگه اگر بخوایم تبدیل بکنیم، ما یک فرمول داریم، از طریق از فرمول رو تبدیل میکنیم. در کامپیوتر ساینس ما یک سمستر رو خواندیم دفعه. اما در اینجا دیگه ماشین حسابم کار برتون میکنه. شما بگین مثلا عدد 45 در هگزادسیمال چی میشه؟ 2 جی میشه. در دسیمال 45 خودشه و در اوکتال 55 میشه. در باینری چند میشه؟ یعنی یک عدد میشه. یعنی ما از یک قاعده به قاعده دیگه میخوایم تبدیل کنیم. اینال قاعده هایش رو مثلا برای شما میگن که هگزادسیمال قاعده 16 است، دسیمال نمیدونم قاعده چند است، 255 است، اوکتال کدام هستن در شما اونجا میگن، باینری خام 0 1 هستن. صحیح؟ ما این قاعده ها رو فعلا برای شما گفتن نمیتونیم چون یک درسی بسیار جنجالی است. این کامل درس هسته و فقط هم قیام بگیرید. اگر خواستین یک وقتی پروگرامر شوید و او عددها را از یک قاعده به قاعده دیگه تبدیل بکنید، راحت میتونید اینجا استفاده. و دیت کالکولیشن. بله؟ نه، حساب بانکی فرق میکنم. این پروگرامر با ما اینا نیتور گفت هسته کنیم. من یک مثال بزنم برتون شاید خوبتر بفهمید. شما بگید من میرم در یک جای رنگ استفاده میکنم، درسته؟ رنگ مثال خیلی راحت. شما HTML با زبان HTML کار میکنید، همین زبان HTML هم باز در CSS که وقت رفتید اونجا شما میتونید رنگ بکنید. مثلا اینجا ما یک چیز داریم به نام P، درسته؟ یعنی پاراگراف. فرض کنید نوشته که This is my first paragraph. خب همین اگر نوشته بکنید بعد از P رو باز هم میکنید. این حال من میخوایی میره رنگ. وقتی رنگ مثال دیگه برش اگه نیخ ما باید یک دانه فونت اینجا اضافه بکنیم، نوشته بکنیم فونت. اما گفایی که من گفتم همیشه هست در اینجا ببین حتی در کودینگ هم اون فونت ما داره، نوشته بکنیم فونت. این فونت میاییم اینجا بسته میکنیم فونت. بعد از او در داخل فونت میشیم، اما گفایی که داشتیم کلر، کلر میتیم برش و سایز سایز میتیم برش، درسته؟ یعنی من میگم کلر، کلرش مساوی باشه با چی باشه؟ اینجا میگیم اگر شما یه رقم گرفتین که RGB با قاعده RGB، باز شما عددتون قاعده RGB 256 است. 256 256 256. فهمیدین دیگه؟ یعنی شما وقت رنگی رو که استفاده میکنید مکمل اگر میخوای استفاده کنید 256 256 256 قاعده اش هستن. اگر باز بخوایم که فرض تو رنگ رد کمتر باشه این استفاده میکنیم 200. این رنگ ترکیب میکنین، مثلا رنگی جی یا گرین میخوایم باشه 150،
رنگ بلو رو میخواییم باشه مثلا 256 باشه. این رو که ترکیب کنی یک رنگ دیگه برای بهت میاره. من مثال دیگه ساده تر، سه بوتل رنگ داری، از پیشش میخوای رنگ سومی رو جور کنی، چهارمی رو جور کنی، یک رنگ ترکیبی هر رنگی که تو میخوای جور کنی دیگه، یا از یکش زیادتر از یکش کمتر که استفاده کنی اون یک رنگ جور میشه. یه همه همون طریقه هم داره. اینالی ما از کدام فایده استفاده کردیم؟ از فایده 256 که RGB هستم. میشد ما امیر از هگزادسیمال استفاده کنم، از این استفاده نکنم. هگزادسیمالی که استفاده کردم باز این 256 نیست، اون قاعده 16 است، این آخریش 16 است که باز او 16 نداره، تا نور داره بعد از او باز A و B و C و D E F میشه. مثلا اینطور میگه، میگه من F میگیرم درسته ایره؟ F F N C دانه F. یعنی هر سه رنگش مکمل استفاده شد. F F اگر میگه نه کمی کمتر D D D، یا مثلا میگه کمو هر سه رنگش چرا هم استفاده شد، فرض کن یکش F باشه درسته، بعد از او دیگهش باشه مثلا میگم 8 باشه 8 و 8 میگیریم اینجا، دیگهش مثلا باشه چی؟ 2 D باشه، این ترکیب باشه. این کار ما شما از اینجا ترکیب میکنیم، نمیخوام یک این فهم دنیا نه، منظور اینه که هر قاعده را که تو استفاده کنی بر اساس اونمون نمبر میدیده اونجا. یعنی حالی در اونجا 256 مکملش بود، در اینجا 16 مکمل شد و 16 اینجا نداریم. 16 کدام میشه؟ F میشه. فهمیدید؟ یعنی اون طرح قاعده داره. با بخاطر ما برای رنگ دادن یا برای هر جایی که بخوایم استفاده کنیم از این قاعده ها وقت لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی تو میگی خب در اونجا گرفت 200 مثلا 20، یعنی 220 در قاعده دسیمال که بودن ولی در قاعده هگزادسیمال چند میشه؟ باید تبدیل میتونه دیگه چند میشه؟ صحیحه؟ یا مثلا میگه اونجا میگیره 45، یک رنگ چند گرفته بوده؟ 45. در اینجا ما چند میگیریم؟ 2D باید بگیریم. ولی فهمیدین؟ این طور اگم دار. خب میریم سری، البته به این شکلی که من توضیح دادم شاید این رقم توضیح ندم، اونجا فرمول داره و اساس رو تبدیل میکنه از یک جای به جای دیگه که چرا هم تبدیل شد. اما این چیزی که من گفتم هم تو مثال بود برای شما که این کار میشه. دیت کالکولیشن یک ماشین حساب دیگه هست برای دیت کالکولیشن. اگرچه که ماشین حساب ما یک ماشین حساب است، همین موضوعات داره در داخل ما. دیت کالکولیشن شما میتونید تاریخ را از یکیش به یک دیگه تبدیل کنید. ببین دو واحد داره، دیفرنسز تفاوت شو پیدا میکنن یا اد و سبترکت، یا که اضافه میکنن یا کم میکنن. مثلا شما میگین که میگم چند سال هستین، میگه که من در سال 1990 تولد شده، درسته؟ 1990 میلادی. در 1990 میلادی که تولد شده یالی چند است؟ میگه یالی 2019. پس امیره کم میکنیم که تفاوتش پیدا شد، درسته؟ یا یک کسی میگه که خب اینی یالی است 2019، مثلا 20 سال بعد چند میشه، یا 15-17 سال بعد دیگه چند میشه، او رو سرش عد میکنی اضافه میکنی که چند میشه، مثلا مثلا شاید چند 2030-2036، درسته این دیگه چیز شد. یا مثلا شما تفاوت خودتان از اونجا پیدا میکنی، نیاز نداره که او رو عد و سبترک کنید، از اونجا بگی دیفرنسی. چرا خم میگی؟ بگین یک تاریخ تولد شده بودین؟ باش من یک کلیک بکنم، اول برم این سال شد 1995 باشه، بالا بودیم 1995 رو سعی کنیم در کدام هست؟ اینجا نیستم ها 1998؟ نه 1995 پیدا کردیم. کدام ما؟ مثلا ماه جنوری اولین ماهش. در کدام تاریخ؟ مثلا میگیریم تاریخ 25، درسته؟ یال چند است؟ یال 14 اکتبر 2019. پس امید ترمیم شده چند ساله شدین شما؟ ببینید 24 یز 8 ماه 2 ویکس 5 دیز، درسته؟ یعنی شما در واقع شده 24 ساله و 8 ماه و 2 هفته و 5 روزه. دقیق برتانم تفاوت چرا پیدا میده، درسته؟ یعنی از البته ما و چیز شده یا تقریبی گیستیم، چون برای ما شما خواسته این معلوم هم نبوده، اگر معلوم باشه میشه که دقیق اون چیز رو شما پیدا میده، یعنی بسیار یک محاسبه دقیق میکنه که هیچ اشتباه از پیشش نمیشه. اگر با شما گفتیم که عد کنید، سعی کن میگی یاد تاریخ اینجا هستم چقدر عد میکنید، مثلا میگم که 2 سال و چند ماه و چند روز عد میکنم، اونجا باز پیدا میشه که شما یاد چند سال هستید، یا اصلا چند ساله نیاز نیست، سالش پیدا میشه یاد سال چند میشه. من میگم که اگر ما بریم 4 سال و
پنج ماه و هشت روز عقب چند میشه؟ فرایده مارچ 22 مارچ 2024 میشه، یعنی دقیق آمون تکرار میشه. اگر ما همین قدر دیگه رو سرش اضافه کنیم، اگر کم کنیم چند میشه؟ به نزده می 6 2015 صحیح شد؟ همون چیز رو کم. این تاریخ بسیار کاربرد داره و در هر جایی شما این رو استفاده میکنید. مطمئن باشین که در وقتی میگه تاریخ ها رو تبدیلات تاریخ در هر جای لازم میشه، در هر جای شما این کار رو بکنید. اما میلادی است دیگه، میلادی. و دیگر چی داریم؟ دیگر ما شما کنورتر داریم. کنورتر کی فیزیک خوب خواندن؟ در مکتب فیزیک کی خوب خواندن؟ هر کسی که خوب خواندن دیگه این واحد ها رو بسیار راحت میتونه تبدیل کنه. سعی کن کرنسی واحد پول ما تبدیل کنیم، گرچه این نبوده در فیزیک، ولیوم بوده، حجم و لنت بوده، درسته؟ ما اگر بخواییم که فاصله را پیدا کنیم، ویت این ماس بوده، کتله را اگر پیدا کنیم و همی رقم تمپریچر، درجه حرارت اگر پیدا کنیم، انرژی را پیدا میتونیم، ایریا، مساحت را پیدا میتونیم، من میکنم کم یادی مانده، اسپید، سرعت را شما پیدا میکنیم، تایم را پیدا میکنیم، پاور، ما شما هارس پاور را یک چیزا داریم، درسته؟ و دیتا، بعضی معلومات های دیگر اگر خواستیم کار کنیم، پریسیجر، پریسیجر شما هم نمیفهم، انگل هم که زاویه ها را اگر شما خواستیم محاسبه کنیم، یعنی چیزایی هستن که ما کنورت میتونیم. ببینیم که شروع کنیم. کرنسی واحد پول، مثلا بگی که 5,20,000 افغانی چند دلار میشه؟ این میره دقیق میایید اینجا تایپ میکنی، از این جاپانی میگیرید اینجا دلار میگیرید. اگر گفتی این قدر دلار چند افغانی میشه، از اینجا دلار میگیرید اینجا جاپانی. فعلا چرا نمیارم؟ گفته آفلاین هست، شما باید آنلاین باشه. چرا باید آنلاین باشه به نظر شما؟ ها دیگه نرخ روز هر روز تبدیل شده میره. این رو ویندوز رو که جور کرده بوده شاید 10 سال پیش بوده، حالا اگه ما 10 سال بر اساس 10 سال پیش حساب بکنیم بوده دیگه جور نمیاد، یعنی هر روزش بود آفر هر روز تغییر میکنه. با مخاطر اینکه تو آنلاین نباشین کار نمیدن، ولی آسان است دیگه، این از اینجا میگیری از اینجا واحد دیگه فقط تبدیل میشه. آها، یعنی سعی کنم از اینجا فرض میگیرم افغانی، میگم که 4000 افغانی من، از اینجا میگیرم دلار، چند دلار میشه؟ اینجا باید باید من حساب کنم، یعنی اونم 4 گرفت ایرم 4، اما باید تبدیل کنم از یک واحد به واحد دیگه. تو 4000 که نوشته کرده چی هست؟ افغانی، ایرو، دلار، هر چی هستن در چی تبدیل کنم؟ اینجا دیگه این از اینجا کلیک میکنیم سعی کن من باید پیشتر برتان نشان نه خب خیر این دفعه بخاطر که اینترنت که وصل بودیم تمامی واحد ها را در اینجا میارم، کلی واحدادی پول میارم، در اینجا هم کلی واحدادی پول میارم، یعنی که اونجا مینو داره اما مینو رو باز نمیارم. خب بعد موبایلم داره نه؟ آفرین داره در موبایل هم روزمی ساده تره چون شما همیشه آنلاین هستید تبدیل میکنه. خب ولیوم اما چرا میگم؟ حجم یعنی حجم مثلا شما میگین که از کیوب سانتی متر نمیفهم نوشته از کیوب در ملی لیتر اگر بخواییم تبدیل کنیم اینا میسته ازم هستن ببین میسته ازم من میارم چایب میکنم چند کیوب؟ میگم که 4500 کیوب چند ملی لیتر میشه؟ اینه خدا رو دیدیم که تبدیل کرد؟ اگر شما بگیرین کم بگیرین خیر است باش من این کم بگیرم یک بار مثلا میگیرم که دو کیوبش چند ملی لیتر میشه؟ 473.9 یک هفت چند. و اگر شما خواستین که از اینجا که دیگه بگیرین گیلن بگیرین مثلا میگین که دو گیلن چند لیتر میشه؟ چند لیتر میشه دو گیلن؟ 7.9 لیتر میشه. سیستا یه دیگه حجم هستن که نور برای شما فایده داره. و اگر رفتیم که باز لنت بگیرین یه راحت تر میفهمین چون با اینا سرکار داری. فرض میگی که کیلومتر در چی تبدیل کنیم؟ مثلا در فیت، درسته؟ یا میگیریم در میتر. اول میتر بگیریم شما بفهمین یک بار میگیم که 4000 یا این باشت کمتر بگیریم 4 کیلومتر چند میتر میشه؟ 4000 میتر. دیدی پیدا کردن؟ اینا رو میری دیگه هر چیزی که شما گیریدی. فرض که من میگم که کیلومتر در فیت تبدیل کنم. خب 4 کیلومتر چند فیت میشن؟ یعنی چند فوت ما شما تلفظ میکنیم؟ فوت میگیم. چند فوت میشه؟ اینی قدر فوت میشه. یا بیشتر از هر چیزی که شما گیریدی. فرض که میگین 10 کیلومتر باش تمایل پاک کن 10 یا میگین که 10.5 کیلومتر یعنی 10.5 کیلومتر چقدر میشه اینقدر فرق میشه یا اگر شما خواستین یا مایل در مایل اگر تبدیل کنید
مایل از چه که بزرگتر است دیگه، نه از کیلومتر که چند مایل میشه؟ 6.9 مایل میشه. فهمیدین؟ یعنی هر واحد لنت که شما از اینجا بگیرید اونجا تبدیل میکنم. واحد داده است دیگه. ببین ما در اونجا چرا واحد داده ندارم؟ چون آنلاین نیست. ولی اینجا ببین کلی واحد داده. اما واحد داده که لازم داری هست. در این پایینش هم هر واحدی رو که لازم داشته باشی اینجا کلیک کن. خب میرم سر دیگهش. کنورتر است دیگه. کنورت میکنه. از یک واحد به واحد دیگه. اینو پایین بیارید. ویت اند ماس. مثلا شما میگین که کیلوگرم. در چی تبدیل کنه برای شما؟ بگید کدامش خوب میاد تبدیل میاد. در خود گرم خوب بیتی آسان است. نه میگه که 4 کیلوگرم چند گرم میشه؟ 4000 گرم میشه. مگر از اینجا بیایم بگم که گرم یه در چی تبدیل کنم؟ مثلا در کیلوگرم تبدیل کنم. فرض که بگم که 4800 4800 گرمه چقدر میشه؟ 4.8 کیلوگرم میشه. سه فهمیدید؟ یعنی